داریوش همایون که خود را یکی از نخستین داریوش‌های پیش از ایران باستان می‌داند، زمانی پا به عرصه وجود گذاشت که در شمال شهر در جوی‌ها آب آغشته به کثافت جریان داشت و در جنوب کثافت آغشته به آب. کمبود وسایل بهداشتی او را مبتلا به فلج اطفال می‌کند و همین پایی که به زحمت در نوجوانی او را همراهی می‌کند، با انفجار مین آنچنان آسیبی میبیند که دیگر این همایون است که پا را به دنبال خود میکشاند. از کودکی عاشق خواندن بود که مانند یک بیماری علاج ناپذیر تا آخر عمر او را رها نکرد. زمانی که در خیابان راه میرفت، همین عشق به خواندن باز هم پای آسیب دیده را به چاله میاندازد که ماها هر دو از همراهی با هم ممنوع میشوند. اشغال ایران به وسیله قوای روس و انگلیس و سپس متفقین پس از جنگ جهانی دوم آنچنان احساسات ناسیونالیستی را در او برمی انگیزد که از هیچ کاری برای ارضای این عرق ملی دریغ نمی کند. واقعیت‌ها را آنچنان شجاعانه بیان می کند که گاه تصور می شود که توأم با مبالغه است. عضو حزب سومکا می شود که به قول خودش نسخه برداری شده از حزب نازی به استثنای یهودی ستیزی آن بود. با پان ایرانیست ها همکاری می کند و با بنیاد گروه انجمن در سال 1322 دست به اقدامات تروریستی بر ضد عوامل ایرانی اشغالگران می زند و با همکاری دوستانش علی نقی عالی‌خانی، محسن پزشکپور، نادر نادرپور و چند تن دیگر با نارنجک های خودساز به خانه آنها حمله می کند. انجمن کم کم از هم می پاشد و از بین می رود. همایون میگوید من ماندم و یک زندگی در هم شکسته و بی آینده. 18-19 سالم بود. از درس عقب مانده و بیکار و بی درآمد و معلول. هر چه کرده بودم بی نتیجه مانده بود. او که دلسوزی را برای خود هیچگاه نمیپسندید، بار دیگر با اعتماد به نفس هرچه بیشتر به فکر راه چاره میافتد. دچار شکست شده بود، اما شکست خورده ای نبود که نتواند از زمین برخیزد. سیاست با خون او عجین شده بود و از جان به در نمی رفت. راه ممکن برای رسیدن به هدفهای سیاسی به نظر او روزنامه بود. من از آغاز کودکی، شاید مثلا 8-9 سالگی، فکر میکردم که باید کار سیاسی بکنم. اصلا آرزوم در زندگیم بود که وارد سیاست بشم و به این منظور به تاریخ روی آوردم و تاریخ میخواندم و همچنین روی زبان فارسی کار میکردم و رو نوشتن کار میکردم، چون اینا به نظر من دستمایه های کار سیاسی بود. و از 16 سالگی شروع کردم به کار مطبوعاتی، چه روزنامه های دیواری که در دبیرستان مینوشتیم و من یکی از اونها را اداره میکردم و چه مدتی بخشی از روزنامه هفتگی و نام بهمن رو اداره میکردم و بعد در 19 سالگیم یک مجله هنری بنیاد کردم. باز هنر رو از زاویه سیاسی نگاه میکردم. این است که از آغاز دنبال کار سیاسی بودم و کار سیاسی از کار روزنامه نگاری در اون زمان ایران جدایی ناپذیر بود. اصولا هر جامعه‌ای یکی از نزدیکترین راه های ورود به سیاست روزنامه نگاری است. حتی در جمهوری اسلامی، شاید مثلا 20 سالی از دوره جمهوری اسلامی، مستقیم ترین راه به سیاست از طریق روزنامه نگاری بوده است. در ایران نبودن احزاب تقریبا چاره‌ای باقی نمیگذاشت که من از طریق روزنامه نگاری وارد سیاست بشم. پدر داریوش نورالله همایون از ترانه‌سازان برجسته زمان خود بود. او در خانواده‌ای پرورش یافته بود که موسیقی و ادبیات جزئی جدا نشدنی از زندگیشان بود. با فردوسی و حافظ پیش از 10 سالگی آشنا می شود و از فردوسی نه حکمت عملی بلکه حس قهرمانی نجیبانه در معنی اشرافی آن که لزوماً ربطی به خون ندارد را می گیرد و چند سالی بعد آن را در بیتهوون باز می یابد. می گوید من هنوز نمی توانم فردوسی را بی گرهی در گلو بخوانم، حالتی که در پاره ای تکه های بوستان نیز دست می دهد. به نظر می رسد که خستگی های سیاسی او را به سوی هنر می کشاند. اما اینطور نیست. او در هنر هم باز به دنبال همان مسائل سیاسی است و بر این باور است که
انقلابات در دنیا با جنبش‌های سیاسی شروع می‌شود و ما باید با جنبش‌های هنری زمینه یک انقلاب سیاسی را در ایران آماده کنیم. هیچ وقت سیاست خسته نمی‌کنه انسان. آدم سیاسی خسته نمی‌شه از کار سیاسی. ولی موسیقی برای چیز دیگری لازمه، نه به عنوان رفع خستگی و تفریح. موسیقی برای اطلاع روان لازمه. شما به صورت‌های مختلف خودتون رو گسترش بدید. با خواندن، با گفتگو، گفتگوی خوب پرمعنا، با مشاهده. ولی هنر یک اثر دیگری داره، از یک طریق دیگری روی روان کار میکنه. در میان هنرها سلمن ادبیات و موسیقی مستقیم ترین تأثیرات و توسعه روان انسان بر نیرومند کردن قوای ذهنی انسان دارند و هنوز برای ما موسیقی یک سرچشمه نه تنها نیرومندی است، قدرت روانی است، بلکه فکر کنم که آدم بهتری میشم با گوش کردن به موسیقی. با آنکه در سیاست ضد انگلیسی بود، اما معلمی بهتر از بریتانیایی ها برای خود نمیشناخت و معتقد بود که دنیا از هیچ ملتی بیش از آنها نگرفته و نیاموخته است. در میان 15 ملتی که در جهان بیشترین تأثیر را گذاشتند، بریتانیایی ها رتبه اول را دارند. با چنین افکاری او یک بار دیگر برای پیشبرد هدفهایش به دنبال روزنامه می رود و آیندگان روزنامه صبح را که 10 سالی با مدیریت خود او به کار ادامه می دهد بنیانگذاری می کند. آیندگان در میان روشنفکران آن دوران جایی باز کرده بود. اما آیا آنگونه که همایون میخواست واقعاً یک پایگاه روشنفکری بود؟ روزنامه آیندگان اساساً یک روزنامه روشنفکری بود. از روزی که من شماره اولش رو انتشار دادم، متاسفانه به اندازه کافی مورد توجه روشنفکران قرار نگرفت آیندگان. اگر اینطور میبود، ما میتوانستیم یک نیروی قابل ملاحظه، یک توده تعیین کننده بر گرد این روزنامه به وجود بیاریم که بتواند جلوی تاریخ اندیشی هایی رو که به انقلاب اسلامی انجامید بگیرد. ولی نه، ما متاسفانه بخش کوچکی از روشنفکران نجات داریم. همایون که از آغاز به دنبال سیاست و گرفتن قدرت سیاسی بود، سرانجام پس از تأسیس حزب رستاخیز قائم مقام حزب می شود و سپس به وزارت اطلاعات می رسد. خیلی ها بر او خورده می گیرند که چرا روزنامه را به کناری نهاد و وارد سیاست شد. او اما از این بابت اظهار پشیمانی نمی کند. تجربه بود که باید آزموده می شد. ماجرا اما از همان وزارت اطلاعات آغاز شد. یک سالی پیش از انقلاب نامه ای از سوی وزارت دربار به او داده می شود تا در روزنامه اطلاعات به چاپ برسد. مقاله بود که در پاسخ خمینی به حملاتی که به شاه کرده بود بعد از مرگ پسرش، به حملاتی که آخونده به شاه می کردن، یعنی که عادت او بود، در وزارت دربار نوشتن فرستادن. ما عادت داشتیم آنچه که از وزارت دربار می رسید بحث نداشت، فرستادیمش به روزنامه ای و گفتیم چاره نیست و چاپش کنیم. بعد خواندمش، چیزی بسیار آبکی بود. حتی از این کاریکاتور سوس که معروف که 250,000 نفر رو در تبریز به خیابان‌ها بود بی‌معنی تر بود. ولی نمیدونم چطور اگر 250,000 نفر به خیابان بریزن انقلاب نمی‌شود، اما اگه مثلا 5,000 نفر در قم به خیابان بریزن انقلاب می‌شود. ماجرای دستگیری او پیش از انقلاب و فرارش از زندان، زندگی در تبعید و همایونی که دیگر با همایون سالهای پیش تفاوتهای بسیار داشت، از ماجراهای شنیدنی زندگی اوست. داریوش همایون از نخستین دولت مردانی بود که به وسیله دست‌اندرکاران خود رژیم دستگیر شد و به زندان افتاد. رژیم برای نجات خود از گردابی که گرفتارش شده بود، از قربانی کردن خودیها هم دریغ نمی کرد. همایون در زندان با هویدا و ولیان، وزیر اصلاحات ارضی، و نصیری رئیس ساواک که هیچگاه رابطه خوشی با هم نداشتند، و بسیاری دیگر از سران رژیم هم بند می شود. حمله مردم به زندانها و باز شدن درهای زندان سبب برخوردن او و چند تن دیگر در میان خیلی زندانیان سیاسی می شود. ریشی که در زندان بر چهره صاف و صوفش اضافه شده بود و عینکی که چشمها را می پوشانید
آزادی معجزه آسای او را به دنبال داشت. پس از آن یک سال و نیم زندگی مخفی، از این خانه به آن خانه و نه در جمع سیاستمداران که در خلوت و انزوایی که تنها با خواندن می توانست اوقات ملال‌آور خود را به سر کند. نوشتن می توانست درد سرآفرین باشد، پس تنها باید خواند و در یاد نگاه داشت. سرانجام مقدمات فرار فراهم آمد، فراری که مانند دیگر سران رژیم بی درد سر هم نبود. راهی پاریس شد. خیلی ها از نداشتن حافظه تاریخی ما ایرانیان می گویند. همایون اما معتقد است که پدران ما دچار فراموشی نشده بودند و مرتب هشدارهای خود را از عواقب یک حکومت مذهبی متذکر می شدند. اما تبی که ایران را فرا گرفته بود تا به عرق رسیدن خیلی راه داشت. دلیل این که ما دچار فراموشی تاریخی شدیم در این دوره ای این بود که تاریخ را جابجا کردیم، یعنی پرسپکتیو تاریخیمون رو، نظرگاه تاریخیمون رو جابجا کردیم. به جای اینکه به مسئله از نظرگاه، از پرسپکتیو تجدد، مدرنیته، ساختن جامعه ایرانی نگاه بکنیم که در اون مورد البته باز اشکالات بسیار زیاد میشد به پادشاهی پهلوی وارد کرد، ولی اصلا اون رو کنار گذاشتیم و رفتیم سراغ استفاده از نیروی سیاسی مذهب برای برزمین زدن پادشاهی پهلوی. این که تقریبا همه طیف روشنفکری ایران و بعد به دنبال اون البته لایه‌های دیگر اجتماعی متحدن از همون شهریور 1357 رفتن پشت سر آخوندها و نماز خوندن، به اون کسی نماز دارتن به مکتشون، به این دلیل بود. اونها از یک نظرگاه عوضی به سیاست و تاریخ ایران نگاه کرد. زندگی در تبعید نیز چندان آسان نبود. همه او را به خاطر چاپ آن نامه یکی از مسببین اصلی انقلاب می دانستند. سرکردگان رژیم انقلابی دشمن بیچون و چرایش بودند و سیاستمداران پیشین نیز از او روی بر می گرداندند. وضعیت همایون دقیقا مصداق نه در قربت دلم شاد و نه رویی در وطن دارم را داشت. حتی برای ما روزنامه نگاران که با هر کسی به گفتگو می نشینیم مصاحبه با او را نمی پذیرفتند. همایونی که به غربت آمده بود اما تفاوتهای بسیار با همایون وزیر اطلاعات داشت. هدف وسیله را توجیه می کند، از نظر او دیگر محلی از اعراب نداشت. رویکرد سیاسی در سالهای انجمن و سومکا را با سرشش سازگار نمی دانست و خود را یک لیبرال دموکرات به تمام معنایی می دانست که در پی احیای حزب مشروطه بود. همایون حسن دقی‌زاده را از روشنفکرترین مردان مشروطه می دانست. مشروطه خواهانی که هیچگاه به تمامی خواسته های خود نرسیدند. متاسفانه خود دقی‌زاده هم زیاد نتوانست. ولی نه، ما هنوز نتوانستیم و امیدوارم فرصت داشته باشیم که سهمی ادا بکنیم و دنباله اون سنت رو بگیریم. تغییزاده در دوران پس از مشروطه در هنگامی که در برلین بود خدمات بسیار شایانی کرد به آزاد کردن اندیشه ایرانی از نت و انداختنش بر راه تجدد و در دوره پهلوی هم، پهلوی اول هم سالها در ساختن ایران دست داشت و بسیار خدمات بزرگی کرد. نه، ما نتوانستیم به پای او برسیم. همایون به جبران آنچه در گذشته در جذب روشنفکران نتوانسته بود به دست آورد، بار دیگر دست به کار انتشار آیندگان در آمریکا شد. هیئت تحریریه قدیم را گرد آورد و چند شماره نیز منتشر کرد. در غربت اما نه حمایت دولتی را داشت و نه خریداران پیشین را. آیندگان یک بار دیگر شکست خورد و انتشارش متوقف شد. او دائما به دنبال تغییر بود. تغییر در گوشه‌های جهانبینی ایرانی و فرهنگ مظلومیت و شهادت و بر این باور بود که در چنین فرهنگی مرز میان پیروزی و شکست تار می‌شود و شکست گاهی ارزش برتر می‌یابد. ما بیش از مظلومیت و شهادت به کامیابی و پیروزی نیاز داریم و بیش از گناهکار دانستن دیگران می باید عادت کنیم کم و کاستی های خود را حتی در قهرمانان و پرستیدندگانمان بشناسیم. اپوزیسیون خارج از کشور که همایون نیز یکی از رهبرانشان بود همچنان در حال شق شق شدن بود.
همایون علت را در گذشت زیستن می دانست. به اصلی روشن فکری ایرانی که بیرون از ایران هم آزادانه می نویسد و فعالیت می کند 28 سال است که دارد دوران پیش از انقلاب رو می زید. هنوز جنگ بر سر دوران انقلاب و پیش از انقلاب است. هنوز بحث بر سر محمد رضا شاه و مصدق و امثال این هاست. تا وقتی هم که در چنین گمراهی، در چنین کجراهی به بر می برند، خب به هیچ جا نخواهم رسید. متاسفانه صداهایی که گوید که گذشته رو بگذارید به تاریخ و گذشته رو به سیاست تبدیل نکنید هنوز ناشنواست، ولی من به سهم خودم این پیام رو همچنان به گوشا خواهم رساند. گذشته نباید سیاست روز باشد، گذشته نباید آینده ما رو تعیین بکند. ما در گذشته نباید زندگی بکنیم. معنیش این نیست که گذشته رو فراموش کنیم یا بحث نکنیم یا پژوهش نکنیم، نه، هر کاری میخوایم در این زمینه بکنیم، هر روز هم باوری کنیم، ولی زندگی کردن در گذشته به این صورت که میبینیم که هنوز 28 مرداد، 16 آذر، نمیدونم 30 تیر، 30 تیری که یه رویداد بسیار ساده بود، اینا روزهای تاریخی است، بر سرش بحث است و جنگ و جدال. خب طبیعی است که حواس وقتی متوجه 30 سال پیش و 50 سال پیش باشد دیگر به امروز نمیتواند و به فردا بپردازد. او در این حال از نقد رژیم گذشته نیز ابایی نداشت و می گفت ما باید با حقیقت آن جور که بود روبرو شویم و آن را با روشن‌ترین بیان به مردم بگوییم که دیگر معایب و اشتباهات تکرار نشود. نقد او به شاه و روشنفکران از همان روشنگویی برمی خیزد. هرگز نمی توانستم ابعاد ضعف مرگبار شاه و میان تهی بودن جامعه روشنفکری و سیاسی کاران ایران را پیش بینی کنم. هرگز هم رنگ جماعت نشدم، زیرا که بهای سنگین آن را هیچگاه نمی توانستم بپردازم. همایون مرزی میان میانسالی و پیرسالی قائل بود و آن را سالخوردگی می نامید. زمانی که 80 ساله بود می گفت هنوز به نظر می رسد که وقت باقی است. باید تندتر و بالاتر پرواز کرد. بی پرواتر و متفاوتتر بود. اما برای پروازی بلند متاسفانه زمانی کوتاه داشت. 1 سالی پس از تولد 80 سالگی درگذشت. در تولد او اما نمایندگان همه گروه ها حضور داشتند. از چپ چپ تا راست راست. از جوان نسل امروز تا سال خوردگان نسل دیروز.